خدمت شما شاگردان صنفی هشتم از مکتب هادی. شاگردان عزیز، برنامه آموزشی درس کیمیا را از مکتب هادی تماشا میکنید. امروز فصل ششم از کیمیای صنفی هشتم را درس دوم در خدمت شما عزیزان هستیم. 20964-780-255-413 نمبر ارتباطی برنامه است که از طریق میتونید سوالهای خود ها برای ما یا کار خانگی خود ها برای ما روان کنید. موضوع فصل در رابطه فصل ششم در رابطه با مرکبات مهم صنعتی است که در جلسه پیش درس اول را با هم در رابطه با کودها کار کردیم. امروز اهداف درسی که ما و شما امروز میخواییم دنبال کنیم عبارت است از کودهای کیمیاوی را امروز بیشتر با هم یاد خواهیم گرفت و همچنان کودهای عضوی و غیر عضوی را با هم کار میکنیم که هر کدام دارای چی ویژگی هایی میباشد. با شروع درس امروز با ما همراه شوید. و اما کود کیمیاوی، مواد غذایی که شاگردان عزیز به نباتات به زمین های زراعتی علاوه می شود و باعث می شود که نباتات ما از لحاظ کیفیت بالا رود و همچنان کمیت آنها یعنی تعداد آنها بیشتر شود. باعث می شود که کود کیمیاوی ما بسیار مفید باشد برای زمین های زراعت. پس کود کیمیاوی مواد غذایی که به زمین‌های زراعت علاوه می‌شود و باعث می‌شود که محصولات ما از نظر کمی و کیفی بالا رود و رشد کند. اگر کودهای کیمیاوی که به زمین‌های زراعت علاوه می‌شود هر ساله که ما محصولات زراعت را برداشت می‌کنیم و هر سال کودهای کیمیاوی تعویض شود و مواد یا عناصر ضروری به زمین‌های زراعت علاوه شود، باعث میشه که محصولات زراعت ما از لحاظ کمی و کیفی بالا رود، رشد کند. اما اگر هر ساله ما محصولات زراعت را برداشت کنیم و کودهای کیمیاوی آن تعویض نشه یا به آن علاوه به زمین‌های زراعت علاوه نشود، باعث میشه که کیفیت محصولات زراعتی ما سقوط پیدا کند. استعمال کودهای کیمیاوی فواید بسیار زیادی برای زمین‌های زراعت دارد. از جمله فوایدی که کودهای کیمیاوی برای زمین‌های زراعت دارد، باعث می‌شود که نباتات دچار امراض نشود، جلوگیری می‌کند از انواع امراض نباتات. و همچنان یک سری از کودهای کیمیاوی است که وقتی به زمین‌های زراعت علاوه می‌شود، باعث می‌شود که نباتات مورد نظر ما در برابر کم آبی و همچنان در برابر درجات پایین حرارت از خود مقاومت نشان دهد و رشد و نمو بهتری را داشته باشد. در جلسه پیش شاگردهای عزیز، ما و شما کودهای کیمیاوی را به دو دسته منقسم کردیم که بر اساس نحوه تولید آنها بود. که بر اساس نحوه تولید ما کودهای کیمیاوی را به دو دسته کودهای طبیعی و مصنوعی منقسم می‌کردیم.
تقسیم بندی دیگه در رابطه با کودهای کیمیاوی است که بر اساس فرمول ها و ساختارهایی که دارد ما کودهای کیمیاوی را به دو دسته کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی منقسم میکنیم که در ادامه هر کدام از این کودهای عضوی و غیر عضوی را با هم کار میکنیم که هر کدام دارای چه ویژگی هایی میباشد. کودهای عضوی با کودهایی که به طور طبیعی شاگردای عزیز تولید و ساخته می شود ما کودهای عضوی میگیم. تصویر یک نوع کود طبیعی را شما در اسلاید مشاهده می کنید که به صورت طبیعی در زمین های زراعت مورد استفاده قرار می گیرد و به طور طبیعی ساخته و تولید می شود. و اما کودهای طبیعی چه قسمی و به چه طریقه هایی به طور طبیعی تولید و ساخته می شود؟ در ادامه یاد خواهیم گرفت که کودهای طبیعی به چند طریق می تانه که تولید شود. یک تا از روش هایی که کود طبیعی رو برای ما شما برای زمین های زراعتی ما شما تولید می کند فضوله حیوانات است. حیوانات خانگی از جمله مرغ، از جمله گوسفند و گاو و حتی اسب و دیگه حیوانات خانگی فضولات آنها باعث می شود یک نوع کود طبیعی تولید شود که برای زمین های زراعت برای رشد و نمو نباتات بسیار مهم و حائز اهمیت است. دومین منبع تولید کودهای طبیعی توفاله های مواد غذایی است. توفاله های از جمله مثل توفاله های سیب، کیله، تربوز یا توفاله های انواع نباتاتی که ما شما استفاده میکنیم وقتی که جمع آوری میشود و دور انداخته میشود بعد از گذشت زمان تبدیل میشود به کود طبیعی که مورد استفاده قرار میگیرد. همچنان زغال نارس یا برگ و ساقه نباتات که در زیر خاک تدفین شده باشد، دفن شده باشد هم نمونه از یک کود طبیعی است که باعث می شود برای رشد و نمو نباتات در زمین های زراعت استفاده شود. یک نوع کود طبیعی دیگه که کود یوریا است و جزء کودهای عضوی است و در زمین های زراعت مورد استفاده قرار می گیرد کود یوریا است که شکل ظاهری آن را در شما در تصویر مشاهده می کنید. به صورت جامد است و جامد بلوری سفید رنگ است که به طور مستقیم در زمین های زراعت علاوه می شود و بسیار برای رشد و نمو نباتات بسیار پرکاربرد و مهم است. خب تا به اینجا با کودهای عضوی آشنا شدید که از چه طریقه هایی ما میتونیم که کود طبیعی را به دست بیاریم و در زمین های زراعت از آن استفاده کنیم. در ادامه نوع دوم از کودهای غیر عضوی یا مینرالی که به آن گفته می شود را با هم کار میکنیم که چه نوع کودهایی ما کود غیر عضوی میگیم. کودهای غیر عضوی یا نام دیگه آن مینرالی به کودهای گفته می شود که به طور طبیعی از معادن به دست می آید که منشأ کودهای غیر عضوی سنگ ها و مینرال ها می باشد. شکل ظاهری کودهای غیر عضوی همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قسمی است به صورت جامد است و به صورت به رنگ های مختلف هم یافت می شود. پس کودهای مینرالی که منشأ آنها مینرال هست بسیار مهم است برای رشد نباتات که در ادامه مثال هایی از کودهای غیر عضوی یا مینرالی را با هم بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم که مثال های آن بسیار مهم است و باید یاد داشته باشید. خب کودهای غیر عضوی یا مینرالی که منشأ آنها مینرال ها یا سنگ هاستند به طور طبیعی از معادن هم به دست می آیند مثال های معروف و مهم کودهای غیر عضوی عبارت است از مثال های شاگردهای عزیز خوب دقت کنید و یاد داشته باشید. مثال های آن شوره چیلیستا، گچ، امونیا نمونه از کودهای غیر عضوی
و فاسفیت کلسیم هم نمونه از گودهای غیر عضوی است. شوره چیلی، گچ، امونیا، فاسفیت کلسیم. یک تای دیگه هم نمونه از گودهای غیر عضوی که کلسیم، هیدروژن، فاسفیت. کلسیم، هیدروژن، فاسفیت هم نمونه از گودهای غیر عضوی یا مینرالی است که این مثال خواهر شاگردای عزیز خوب یاد داشته باشین. کودهای کیمیاوی غیر عضوی که مثال هایش بر روی تخته سیاه براتون نوشته کردیم، یک قسم تقسیم بندی دیگه از کودهای کیمیاوی غیر عضوی است که نام هایش براتون در اینجا آورده شده که هر کدام را باز جداگانه با هم کار میکنیم. بسته به اینکه چه نوع عنصری فیصدی چه نوع عنصری در کود غیر عضوی بیشتر است، نام کود مورد نظر مشخص میشود. کودهای نایتروژن دار که عنصر نایتروژن در آن زیاد است و کودهای پتاسیم دار که عنصر پتاسیم، کودهای فسفرس دار که عنصر فسفرس در آن زیاد است و امونیای بدون آب هم که در آن امونیا است، مولکول امونیا وجود دارد، نمونه از کودهای کیمیاوی غیر عضوی است که در ادامه هر کدام از کودها را با هم کار میکنیم که دارای چه ساختاری میباشد و در کجا استفاده میشود. اولین کود غیر عضوی کود فسفرس دار است. اگر عنصر فسفرس را به کودهای کیمیاوی علاوه کنیم، کود فسفرس دار تولید می شود که در درس جلسه پیش هم شما با عنصر فسفرس آشنا شدید. عنصر فسفرس در نباتات و در کودهای کیمیاوی نقشی که بر عهده دارد باعث می شود که تشکیل میوه و دانه را در نباتات تسریع کند که یک وظیفه بسیار مهم است. و اما چه کود نمونه و مثال های از کودهای کیمیاوی که دارای عنصر فسفرس هست را بر روی تخته سیاه با هم نوشته میکنیم که مثال های آن را باید یاد داشته باشید. خب، مثال هایی که از کود فسفرس شما باید یاد داشته باشید، یک تاش مولکول است با این مرکب NH4 دو مرتبه NH4 دو HPO4 که امونیم مونوهایدروژن فسفیت است. دومین کود کیمیاوی که عنصر فسفرس در آن موجود است، فرمول است با مرکب زر NH4 CPO4 ترای امونیم فسفید. نمونه دومی از کودهای کیمیاوی است که عنصر فسفرس در آن مشاهده می شود. شما عنصر فسفرس را در ساختار کود مورد نظر مشاهده می کنید. دومین کود مهم کود کیمیاوی غیر عضوی کود پتاسیم دار است. اگر عنصر پتاسیم را به کودهای کیمیاوی علاوه کنیم، کود پتاسیم دار تولید می شود. وظیفه مهمی که عنصر پتاسیم در کودهای کیمیاوی دارد، شاگردای عزیز که در جلسه قبل هم شما یاد گرفتید و در اینجا یادآوری می شود، برای افزایش الیاف پنبه و کتان بسیار مهم است و همچنان افزایش قند و نشایسته در نباتات. اگر عنصر پتاسیم را به کودهای کیمیاوی علاوه کنید، باعث می شود که نشایسته و قند نباتات افزایش پیدا کنند. از جمله میوه‌جات مانند سیب که قند افزایش قند آن به عهده عنصر پتاسیم هست. با دیگر وظایف عنصر پتاسیم در جلسه پیش هم آشنا شدید که عنصر پتاسیم همچنان باعث می شود که
اثرات منفی عنصر نایتروژن را کم کند در نباتات کاهش دهد. اگر عنصر نایتروژن زیادتر باشد در نباتات باعث می شود که گازهای خطرناک تولید شود. اما عنصر پتاسیم جلوی تولید گازهای خطرناک نایتروژن را می گیرد. و همچنان عنصر پتاسیم باعث مقاومت و مستحکم شدن نباتات هم می شود. و اما چه نوکودهای کیمیاوی دارای عنصر پتاسیم می باشد که مثالهای آن را بر روی تخته سیاه با هم نوشته می کنیم. نمونه و مثال هایی از کودهای پتاسیم دار که مثال شب برای تان میزنیم در اینجا مرکبات است با فرمول زر KCl NaCl یا منرال های سیلوینات. نمونه ای از کودهای پتاسیم دار است که عنصر پتاسیم در کود مورد نظر شما مشاهده میکنید که وجود دارد. مثال دیگر در رابطه با کودهای پتاسیم دار که فرمول ساختاری آن قسمی است KCl Mg Cl2 به همراه 6 مولکول آب. KCl MgCl2 6 H2O نمونه دیگه از کودهای پتاسیم دار است که در ساختار مورد نظر شما پتاسیم رو مشاهده میکنید. یا نام دیگهش کارنالایت هم با آن گفته میشه. پس مثال هایی از کودهای پتاسیم دار هم که دو تا مرکب هست را برایتان نوشته کردیم بر روی تخته سیاه که باید آن را بلد باشید. و اما سومین کود مهمه که در کودهای کیمیاوی برای رشد نباتات استفاده می شود کود نایتروژن دار است. اگر عنصر نایتروژن را به کودهای کیمیاوی علاوه کنید کود نایتروژن دار به دست می آید که عنصر نایتروژن خود برای رشد و نمو نباتات بسیار مهم است و وظیفه دارد. از جمله وظیفه ای که کودهای نایتروژن دارد برای رشد ساقه و برگ بسیار مهم است. ساقه ها و برگ های نباتات وقتی که رشد پیدا می کند و رشد آنها بهتر می شود وظیفه عنصر نایتروژن است که تأثیر می گذارد برای رشد ساقه و برگ. همچنان نایتروژن عنصر نایتروژن در ساخت پروتئین ها، امینو اسید ها و همچنان در ساخت کلروفیل در نباتات هم وجود دارد و تأثیر دارد و نقش بسیار مهمی را دارد. اگر بخواهیم که کودهای کیمیاوی غنی از نایتروژن شود که عنصر نایتروژن بسیار مهم است باید از کودهای امونیا و کود یوریا استفاده کنیم که چرا؟ چون در ساختار کود امونیا و کود یوریا عنصرهای نایتروژن بسیار زیاد وجود دارد و باعث می شود که عنصر نایتروژن تأثیر بیشتری داشته باشد بر روی رشد و نمو نباتات. و آخرین کود کیمیاوی غیر عضوی کود امونیای بدون آب است. ساختار امونیا NH3 است. اگر امونیای بدون آب را به زمین‌های زراعت علاوه کنیم باعث می‌شود که رشد نباتات بیشتر شود. در ساختار امونیا به مقدار 82% عنصر نایتروژن وجود دارد که عنصر نایتروژن خود بنابر خود بر روی رشد و نمو نباتات بسیار تاثیرگذار می باشد. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. امروز ما و شما در رابطه با کودهای
غیر عضوی و کودهای عضوی که بسیار مهم است آشنا شدیم و مثالهای هر کدام را با هم کار کردیم. شما بتوانید در کار خانگی خود مثالهای بیشتر را کار کنید در رابطه با کودهای عضوی و غیر عضوی. در اطراف خود کودهای عضوی و غیر عضوی را شناسایی کنید و برای ما به نمبری که در ابتدای درس گفتم روان کنید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.